اسم من دومنیک است، من آلمانی هستم و توی کلن زندگی میکنم. اما چرا این بعضی وقتا سخت میشه؟ چرا بچه ها بعضی وقتا این؟ کمتر ایرانی و افغان تباری هست در آلمان که ویدیوهای دومنیک هایر را در صفحه های مجازی ندیده باشد. یک آلمانی که زبانشان را به فارسی تدریس میکند. ولی جایش با جای وایل مثل هم نیست. دومینیک اینقدر ایرانی شده اینجا باش قرار گذاشته، این منطقه‌ای که پر رستوران ایرانی و کافه و کتاب فروشی ایرانی، الان اینجا اومد با هم بستنی. سلام دومینیک. سلام، خوبی؟ چطوری؟ ببین دومینیک هایر 4 سال می شود که فارسی یاد گرفته است. اتفاقی در یک رستوران با یک خانواده ایرانی آشنا شد و از آنجایی که به یادگیری زبان علاقه داشت و چند دوست ایرانی داشت، شروع کرد فارسی یاد بگیرد. من اول خودم یاد گرفتم از طریق اینترنت و کلیپ ها که توی یوتیوب مثلا پیدا کردم. بعدش من خوشبختانه چند دوست اینجا فارسی زبان پیدا کردم و اونا به من واقعا خیلی کمک کردن و اینجوری فکر میکنم که میتونستم فارسی یاد بگیرم. کلمه های مورد علاقت چیه؟ خب فکر میکنم که من خیلی این کلمات رو دوست دارم که به نظرم خیلی موسیقی هستن. مثلا عزیزم، این یک واژه خیلی شیرینه و خیلی دوست دارم از این استفاده بکنم و خیلی ها دوست دارم. مثلا هم خیلی دوست دارم ولش کن، مثلا ولش کن هم خیلی قشنگ به نظرم. دومینیک تقریبا از 2 سال پیش به فارسی زبانانی که به آلمان آمده اند در کانال اینستاگرام خود به صورت رایگان با ضبط ویدیوهای کوتاه آلمانی یاد می‌دهد. او نه تنها در طی این 4 سال فارسی را خوب صحبت می کند، بلکه می تواند فارسی هم بنویسد. از او خواهش کردم اسم بستنی که می خورد را یادداشت کند. دومینیک یک آدم خسته کننده است. دومینیک است این لانگوایلر. کانال اینستاگرام دومینیک به اسم لذت آلمانی در طی این 2 سال حدود 85,000 دنبال کننده جمع کرده است. با او رفتیم به شهر تا کمی بیشتر در این مورد صحبت کنیم. دومینیک، اسم کانالت هست لذت آلمانی. آلمانی مگه لذت داره؟ همه میگن خیلی سخته. آره درسته، اسم صفحه من لذت آلمانی. آخه من میخوام نشون بدهم که از زبان یاد گرفتم هم میتونی لذت ببری. این من از فارسی لذت میبرم و میخوام که بچه ها میتونن از طریق کمکم از زبان آلمانی یاد گرفتن هم لذت ببرن. چطور شد وقت به فکر تأسیس چنین سایتی افتادی در اینستاگرام؟ جان؟ چطور شد به این فکر افتادی که چنین سایتی رو درست کنی در اینستاگرام؟ من دوست من به من گفت دومینیک چرا که نه تو میتونی یک سایت بذاری تو اینستاگرام. و اول من فکر میکردم، یک کم شک داشتم، نمیدونم آیا این خوب میشه یا نه، ولی بعدش من دیدم که این خیلی خوب بود برای بچه ها و بچه ها از این خیلی لذت بردن و این هم به من بیشتر انگیزه داد. شغل اصلی دومینیک یاد دادن زبان است. او در یک انسیتوی خصوصی به مهاجرین زبان آلمانی درس میدهد. حالا این جوان 30 ساله آلمانی در کنار ویدیوهای تدریس در کانالش، ویدیوهای تفریحی هم به اشتراک میگذارد و مثلا لهجه ها را تقلید میکند. سلام، شیموک کنی، کجا نی؟ آره توی این کلیپ من فقط به لهجه همه دانی حرف میزنم. او حتی چهچه هم یاد میگیرد. یا میرقصد. رقصم بلدی؟ رقصم؟ رقص. رقص یعنی چی؟ یعنی رقص. آه رقصیدن. نه بابا خیلی ضایع بشه، من نمیتونم برقصم. ولی من دیدم. تو دیدی؟ من خیلی تلاش میکنم ولی موفق تا به حال موفق نشدم. فکر میکنم که خون آلمانی من نمیذاره. با اینو که نیست. دومینیک هایر حالا قرار است در ماه آینده برای انجمن ایرانی آلمانی دیوان در کلن برای آلمانی هایی که مایل هستند فارسی یاد بگیرند کلاسی تشکیل بدهد
به گفته خودش تا به حال 20 نفر ثبت نام کردند. دومینیک خیلی ممنون از آشنایی، خوشحال شدم و موفق باشی. مرسی، چوکریم، نوکرتم تا به حواظب خودت باش، خداحافظ. بامداد اسماعیلی، کلن.